تو این ویدیو میخوام به تو آموزش کاشتن فلفل رو یاد بدم و کاشتنش خیلی ساده است. خیلی از من سوال کردن که فلفل چجوری میتونیم بکاریم. جوابش فقط یک کلمه است، به سادگی، خیلی آسون. خب برای کاشتنش احتیاج به خاک برگ معمولی داریم، همین خاکای کیسه‌ای که هستش رو بگیرین. هیچ وقت واسه بذر و این چیزا خاک باغچه یا این خاک رس و اینجور چیزا استفاده نکنید. حتما باید خاکش به این شکل باشه، خاک کمپوست باشه، خاک برگ باشه یا کوکوپیت باشه. اینا رو میتونید قشنگ استفاده کنید برای بذراتون که سبز بشه. نکته مهم هم تو بذر فلفل این هستش که بذر فلفل رو یا تخمش رو به هیچ وجه شما نباید به صورت مستقیم توی خاک بکارین. یعنی که مثلا باغچه رو بگیرین، شخ بزنین، خاکش رو نرم بکنین، بعد تخمارو توش بکنین، انتظار داشته باشین سبز بشه بیاد بالا. اینجوری نیستش. شمال کشور شاید اینجوری بشه، ولی جای دیگه مثل تهران یا شهرهایی که خشک هستن یا جایی که بارندگی اینا ممکنه خیلی زیاد باشه و خاکش هم مثل شمال حالت ماسه‌ای نباشه در نمیاد، بعضیتون از بین میره و میپوسه. ساده ترین راه اینه که یه گلدون یا خزانه درست بکنین و بذر رو تو اون بکنین. بعد که یه ذره قد کشید و بلند شد از این گلدون خارجش بکنین، توی گلدون بزرگتر یا توی زمینتون بکنین و دیگه بزنین که خیلی سریعتر رشد بکنه و بیاد بالا. خب کاشتنش هم خیلی ساده است. کافیه که فلفلی که میخورین، معلومه از یه فلفل دلمه یه نارنجی استفاده کنم، وسطش میبینین که تخم داره. تخم رو همینجوری جدا بکنین با دستتون هر چقدر که میخواین، روی خاک چند تاشو بپاشین. من همینجوری میریزم با فاصله کم، که البته اینجوری درست نیست، به این دلیل که بعد که میخواین نشاها رو جدا بکنین همش ریشهاش میره تو هم و نمیشه. فقط واسه این که فیلم رو من بگیرم، چون نمیخوام این رو کامل بکنم، فیلم بگیرم بهتون نشون بدم، اینو به این شکل در میارم که قشنگ تودش مشخص بشه. یا مثلا فلفل توندم که دارین، مثل فلفل هالوپینو، اینو ببینیم بذرش با این یکی یه ذره فرق میکنه. بذری که رنگش سیاه شده باشه و پلاسیده شده باشه به درد کاشت نمیخوره. تخمش باید حتما اینجوری باشه، سفت باشه، سفید باشه، سیاه یا پوسیده شده نباشه. اینو شما میتونید بکنین راحت و سریعا درمیه، ولی اینا نه. این مثلا من بازش کرده بودم، استفاده کردم یه ذره مونده و اون خاصیت و تازگیش از دست داده. اگه بخوام اینو درست حسابی بکنم، بعد تازهش رو بگم باز بکنم و بکنمش. خب اینم تازهشه، شروع بکنیم اینو شکافتن و تخمش رو در آوردن. تقریبا هر نوع فلفلی رو شما میتونید بکارین، هیچ محدودیتی نداره، بشه که تخم رو داشته باشه. ببینین خیلی تازه تر و بهتره. اونایی که سفید هست و بهتره مثل این، اینا رو من سوا میکنم چون خیلی تونده، من دست بهش نمیزنم. اینا رو میرزم این بر. اونایی که سیاه هستش رو بر نمیداریم. فلفل رو دست اون که میخوره تا 3-4 روز هر چقدر هم آب و صابون میزنیم تندیش نمیره دیگه، چش و دما و هر جا اون که میزنیم میسوزه. اینا الان ببینیم بذرش خیلی خوبه. اینا رو من اینجا میکارم. اصلا هم نباید اینا رو به صورت عمیق بکارین، همینجوری یه ذره میزنیم میره داخل خاک، همین اندازه کافیش است. این خاک برگ یا کمپوست یا کوکوپیت به این دلیل واسه نشا و بذراتون خیلی خوبه که حالت اسفنجی داره و رطوبت رو تو خودش حفظ میکنه و خوش نمیشه. به همین دلیل خیلی مناسب هستش برای کاشت و پرورش بذراتون. خب حالا این کاری که بخوام بکنم اینه که یه مقدار سطح خاک رو با افشانه کیسش میکنم و میذارمش پشت پنجره. جاش باید گرم باشه. گرم یعنی همون دمای داخل اتاق 24 تا 27 درجه کافیش هست. و یه ذره نورگیر. خیلی سریع اینا شروع میکنه به جوانه زدن و اومدن بالا. اینا وقتی که جوانه زد بهتون نشون میدم که چجوری شده. داشته بودم ببینیم این شکل در اومده.
یکی دوتاش هم تازه داره سبز میشه، اینا زودتر اومده بالا. سب میکنم اینا یه ذره ارتفاعش بیشتر بشه، بعد اینا رو جدا میکنم و تو گلدون بزرگتر میکنم. اینجا چون هوا سردتر و آفتاب خیلی کم هست، یه ذره رشد اینا با تاخیر همراهه، ولی تو ایران شما اینا رو وقتی بکنید خیلی سریع میاد بالا. خب سب میکنیم که بهتر بشه و بعد میام دوباره بقیه فیلمو میگیریم. تو ماشه ما این فلفلا رو کاشته بودیم، از اون تعداد این چند تاش سبز شده در اومده، یعنی اینا آماده است، بزرگ شده با اندازه سایز دست من و انگشت من مقایسه بکنیم. تو این سایز دیگه ما اینو میتونیمش بیرون بکاریم. اون یکی هم البته میشه چون هوا الان خیلی خوب و گرم و آفتابی هستش و هیچ مشکلی نداره. اینا رو میکاریم بیرون تو فضا آزاد که ببینیم که چجوری در میاد. الان تو فصل سرما ما اینجا حدود 3 ماه وقت داریم. شما تو ایران یا کشور گرمتر اگه بکنین خیلی بیشتر، حتی 6 ماه الان شما فرصت دارین و قشنگ به محصول میرسین. اینجا اگه هوای زر گرمتر بمونه من فکر کنم بتونم فلفلارم بهتون نشون بدم که در اومده. میام از اینجا بهتون نشون بدم. میشه درست به این آب ندادم، این چند تایی که این جلو بود من اینجا لیوانی آب میریختم، آب خورد بقیهش در نمیاد. یه چند تاش هم در اومد، خود تخمشون حالت سفت بود و برگش خارج نشد از توی دونه و خوش شد و خراب شده. باقی مونده شو میتونی ببینی چند تا تخمش هم اومده روی خاک و اونا دیگه چیز نشد دیگه. ولی کلن سیستمش همینجوره، برای همین راحتی خیلی ساده میاد بالا. من از قبل خاک کرده بودم و داشته بودم اینجا که سریعتر آماده بشه، ولی هوا چون زیاد مناسب نبود این موندش. همیشه یه ذره خاک میزنیم کنار و اینا خیلی با احتیاط از ریشه از خاک در میاریم و اینجا هم میکنیمشون. به این شکل در بردم، سعی کنیم که خاکش رو نتکنیم و خیلی سریع این که در بردیم تو اون گودی که از قبل داشتیم اینجا میکاریمش. خیلی ساده و راحته، فقط فشار بهش نگیریم و خیلی با احتیاط باشه که ریشه ها آسیب نبینه و سریع هم پشت سرش بشه آب بدیم که گیاه به شوک وارد نشه. این شکل ببینید من اینو کاشتم، خیلی ساده و راحت، زیادم اصلا به این فشار نیوردم. یه دونه تکه چوب کوچیکم کندم و توی خاک فرو کردم که اینو بهش تکیه بدم که اگه بادی چیزی میزنه این ساقهشون خیلی هنوز نازکه، مثلا شکل بشکنه و خراب بشه بلمه. برگرشون هم به همین شکل از توی چیز در میارم و همینجا میکارمشون. ببینید امسال به ما فلفل میده یا نه، هنوز هم نمیدونم این دلمه‌ایه یا هم فلفل چیلی تندی هستش که کاشتم، چون در هم کاشتم و معلوم نیست. وقتی که شروع کنم به میوه دادن مشخص میشه. همه اینا رو کاشتم با فاصله به این شکل، همه فاصله 5 سانت تا 10 سانت از هم دیگه فاصله داره. من فاصله بهشون آب میدم که ریشه سیراب بشه و بهشون شوک وارد نشه. این خیلی سریع شروع میکنن اینا رشد کردن تو فضا آزاد. من تو الان توی خونه بود و هم نور خوبی نداشت، همین که هوای تازه بهشون خیلی تاثیر داره، هم هوای تازه همین که نور مستقیم خورشید اینجا، چون معمولا داخل خونه های زر تاریک هستش. خب اینا رو ما رها میکنیم تا ببینیم که چجور میشون میاد برای من. تیکه دیکه مراحل رشدشون رو براتون فیلم میگیرم و میذارم که یه برای سال دیگه شما هم بتونی اینو بکنی که درخواست داده بودم فلفلی چجوری بشه کاشت. آب دادنش هم ببینید بستگی به خود خاک داره، آب و هوا و گرمه محیط داره. اصلا من نمیتونم بگم شما به این روزی یه بار آب بده، دو بار آب بده، هفته یه بار بده. اینجایی که من زندگی میکنم هوا خب خنک هست، الان مثلا تابستون شما 45 درجه است، اینجا با هوا 19 درجه است. من نمیتونم به شما بگم که جوری که من آب میدم شما هم آب بده. و جنس این خاکی که من دارم خاک اسفنجیه، این در واقع مثل کمپوست هست، خاک برگ هست، رطوبت رو خیلی بیشتر نگه میداره تا خاکی که مثلا رسی و شنیر بیشتر داشته باشه ترکیباتش. شما خود بسته به نیاز گیاه حس میکنید که این گیاه احتیاج به آب داره یا نه. ببینید الان برگاش کاملا شاداب هست، خودشون ننداخته پلاسیده نشه، معلومه که این آب داره، هیچ مشکلی نداره. یه ذره حس بکنید که مثلا وسط خاک خوش میشه، با انگوش شد یه ذره خاک رو بزنی کنار ببینید خشکه. معمولا هم تا 1 یا 2 بند انگشت خاک رو میزنن کنار، اگه دیدن که رطوبت نداره نم نداره بعد آب میدن.
این خودش یه قانونی برای آب داره. اگه دیدی مثلا یه ذره زدیم کنار خاک زن، الان مثلا این قسمت خاک خشکه، ولی من اگه بزنمش کنار ببینی خاک زیر تیره است، نم داره، نمش من حس میکنم. گویا اصلا آب احتیاج نداره، چون اگر به این اگه آب بدم گیاه هم توی وضعیت ریشش میپوسه. یه قانونی هستش که شما باید اینجوری خودتون رو تجربه بفهمید و بشناسید که گیاه که تشنه است، خاک که آماده است برای آبیاری. اون که تهران باشین، خب هوا 45 درجه است، آفتاب مستقیم 6-5 سال آفتاب داریم کامل. خب روزی یه بار صبح بعد آب بدی، یه بار شب بعد بدی، اونم بسته به موقعیتی داره که گیاهتون رو گذاشتین، اون تو سایه است، اون تو آفتاب مستقیم، اونم باز میتونین خودتون چک بکنین، یا هر روز، یا روزی دو بار، یا دو روز در میون یه بار. اینش دیگه بسته به نیازی هستش که حس بکنین. معلومه که چرا فلفل ما بزرگ شده، یکم که کوچیک‌تر بود کشم روش کرده اومده بالا. از اون مقدار بذری که من کاشتم همین هم فعلا مونده. این خوب هستش، باشم روش کرده. هوا هم که گرمه و به زودی نشون میکنه گل دادن و بعدش هم فلفل دادن. باشم به این شکل در اومده، باشم قد کشید و بزرگ شده. این که فلفل نیست، این چیز دیگه است. این چهار تا فلفل هم نیست، مسامش بزرگتره و به این شکل در اومده. دست من میتونم مقایسهش بکنم. ببینیم دیگه تا هفته دیگه چقدر نباریده فلفل ما. این که همینجور بزرگ و بزرگتر شدن و اینی که اصلا بزرگتر بودن داره کم کم گل میده. چند روز دیگه میاد بالا بالا چند قشن خوب بزرگ شد. این هم همینطور یه گذاشته و فلفل های ما میبینیم که تقریبا داره بزرگ میشه. این شکل در اومده، این کم همینطور بگم این کم کم نه بزرگتر میشه. چون که میگذره این فلفل های ما بیشتر میشه و بزرگتر میشه. الان رسیده به اینجا رو این قشن گل داده و منتظرم که باز بشه بود. برداشت هم قشن درشت رو داریم، شاید درشت رو بزرگه. اونم باز شد، ببینیم به این شکل در اومده. بزرگش مثل شطاق خورده. اگه هوا همجور گرم بمونه فکر کنم قشن تر بود. یکی هم شروع کردم به قنچه زدن و به چند وقتی باز میشه اون که از اینه چی دارم. اینجا معمولا اون گلی که میکاریم دیگه همچین عمل نمیاد، میخوره به زمستون هوای سرد و نصف کار میمونه. بتونم اینجاش هم بتونم نشون بدم که خیلی خوبه. خب یکی دیگه از گله هم باز شد و این گله قبلی که ما داشتیم ببینیم داره کم کم تبدیل میشه به فلفل. این شکل داره ماده ببینیم هوا اگه گرم بمونده بزرگ میشه و باتون نشونه. دوتش کاملا بزرگ شده، این برده بزرگ شما میشه. این نمیدونه این فلفل دلمه هست یا فلفل چیلی که من کاشتم تا در نیاد چیز نشه معلوم نمیشه، ولی کلا کاشتش همینجور. این بالا هم ببینیم قشنگ گلا در اومده و آماده است. اینش که فلفل دلمه ای این که قشنگ داره همین شکلی در میاد. این یکی هم ممکنه فلفل همون چیلی باشه که کاشته بودم. این یه دونه همون فلفل دلمه ای ببینیم بزرگتر اگه شد که چه بهتر. خب این که بزرگتر شد تقریبا اندازه 60 سمون شده.
گذشته من فلفل ما این بزرگترم شده، یه دام کوچیکم کنارش در اومده، اندازه 60 من شده تقریبا. چند مشکل نگاه که هنوز هست، این که چه بزرگتر میشه فلفل ما روز به روز بزرگتر میشه. من تا این حال از اونا نخوردنش من چه کارش میکردم، این رو چردم تا سم زدم یه فیلم بگیرم که الان چیز نشه براتون سالم بمونه. هوا اینجا یه ذره سرد شده، من فکر میکنم زیاد اینا دیگه به بار برسه. یه دونه همین فسقلی برای مادرم، حالا هوا اینجا گرمتره زودترم بکنیم خیلی بهتر و بزرگتر میشه. من دیگه فلفل من یه چند وقت دیگه هم صبر میکنم، اگه بزرگتر شده دوام آورد که فیلمشو میگیرم دیگه کامل بهتون نشون میدم. یعنی اصول کاشتش تقریبا همینجوری بود که بهتون نشون بدم. به این شکل خب این هم دیگه فکر نمیکنم دوام بیاره، این هم که این خوش مونده افتاد بهش نخورده و یه گل هم نداده. رسیدیم دیگه به زینستون و دیگه بیشتر از این روش نکرده، دیگه نهایتش همین مرده. بقیارم که حال از اون ترتیبش رو دادم، برگاه سراخ سراخ کردم دیگه به همین شکل، ولی کاشتش به همین شکل که شما به همین شکل بکنید خیلی قشن نتیجه میده. اینجا خیلی زود هوا سرد میشه و تابستون ما دو ماه بیشتر نیست. این همه باغچه ما هم دیگه خوش شد و پاییزم که رسید من برگ درخت ها خلاصه این هم اینجوری کاشت فلفل هم اینجوریه، چه فلفل تون باشه چه شیرین باشه همه شو به این شکل شما میتون بکنم خیلی راحت و مشکلی هم نداره.